بله، ادامه برنامه صبح زندگی است و مهمان گرامی ما دکتر محمد موسی شکور، رئیس بنیاد مبارزه علیه امراض غیر ساری افغانستان. سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدین. سلام، صبح شما بخیر، صبح تمام بیننده عزیز تلویزیون جهانی آریانا بخیر، امیدوارم صحتمند باشین. تشکر. جناب دکتر صاحب، میشه در رابطه به بنیاد صحبت بکنین و در رابطه به امراض غیر ساری بگوین که کدام امراض گفته میتونیم غیر ساری؟ بسیار زیاد تشکر. بنیاد امراض غیر ساری افغانستان یا افغانستان انسیدی الانس در سال 2018 ایجاد شده و فعلا در بخش آگاهی دهی و دادخواهی برای امراض غیر ساری در افغانستان فعالیت میکنه که از سال 2018 تا فعلا عضویت سه بنیاد بین المللی جهانی را نیز اخذ نموده. و امراض غیر ساری یک تیپ از واسه امراض غیر انتانی است که به صورت تماس مستقیم و یا تماس نزدیک به مریض یا با ترشحاتی که از مریض یا وقتی که سلفه میکنه یا از خون مریض به دیگه مریضان انتقال نمیکند، اما امراض هستن که غیر انتانی هستن و به صورت دوامدار در انسان وجود داشته می باشد که عوامل مختلف در ایجاد از این امراض رول دارن که موارد عمدهش استفاده از محصولات تنباکو است، استفاده از الکل است، رژیم غذایی ندرست است و عدم فعالیت فیزیکی روزانه است که سه چهار عامل اساسی به امراض غیر اساسی یا ریسک فاکتورهایش گفته میشه. و امراض غیر ساری در مجموع بسیار زیاد هستند، اما فعلا در تمام جهان که یک بحث عمده را ایجاد کردن، چهار مرض مهم غیر ساری است که عبارت از امراض قلبی و عصبی، سرطان ها، امراض مزمن تنفسی و شکر می باشد. بله جناب دکتر صاحب، در شرایط کنونی که همگی تشویش از ویروس کرونا دارند که یک مرض ساری نامیده شده، دید شما چگونه است که این مرض ساری چگونه خواهد بود و چگونه میتونه سراحت بکنه کسی یا شخصی که به این مبتلا میشن و دیگران چگونه خود وقایه بکنن و از این فرد خود دور داشته باشن؟ بله، ویروس کرونا تبیز که یک ویروس انتانی ویروس است و به شکل ساری از تماس نزدیک با شخصی که مرض داره یا میتونه شخص خودش هیچ علائمی نداشته باشه اما میتونه باعث ناقل باشه، مرض به دیگران انتقال بده. و این از تماس مستقیم با مریض، وقتی که امرای مریض تماس نزدیک داشته باشیم، از ترشحاتی که وقتی که او سلفه میکنه، از این طریق میشه به انسان انتقال کنه. از او خاطر به خاطر جلوگیری از این ویروس ما باید طبق دستورات وزارت صحت عامه، معیاراتی که وضع شده از طرف سازمان سی جهان، یک متر حداقل باید از مردم فاصله اجتماعی را مراعات بکنیم. همیشه باید کوشش کنیم در مکانهای مزدحم که جایی که بیروبار زیاد باشه از ماسک استفاده کنیم. روزانه به طور مکرر هر وقت میتونیم باید دستای خود را به مدت 20 ثانیه که سابق 20 ثانیه بود، حالا تا پروتکل جهانی میگه که به مدت یک دقیقه باید دست خود را با آب صابون پاک بشویم. و یک لینکی که بین امراض غیر ساری و چیز وجود داره ویروس کرونا ای است که کسانی که قصد قبل مصاب به امراض غیر ساری باشن، فرضاً یک تکلیف قلبی داشته باشه، شکر داشته باشه یا مبتلا به سرطان باشه، این ویروس میتونه در این مردم بسیار خطرناک واقع شود. یا کسانی که سنشان از 65 به بالا باشه، این ویروس به واقع خیلی خطرناک تمام میشه و ارقام جهانی نشان دهنده ای است که مرگ و میر هم در این مردم بسیار زیاد است. به خاطر که این مردم میکانیزم واضح از تابال مشخص نشده که چرا مرگ و میر دهی افراد زیاد است، اما یکی از علتهایی را که میگن که مرگ و میر دهی دست افراد زیاد است به این است که یا از قبلا معافیت وجود از یا بسیار پایین میباشد. فرضاً کسی که تکلیف شکر داره او از بسیاری از غذاها پریز است و کسی که تکلیف قلبی داره او همچنان از بسیاری از غذاها از ویتامین ها و چیزایی که میتونه طبیعی بگیره پریز میباشد. از این خاطر معافیت وجود از یا بسیار پایین می باشد و یا بسیار مساعد به ویروس کرونا می باشد. از این خاطر توصیه ما به کسایی که بخصوص سنشان از 60 به بالا باشه و یا تکلیف شکر، تکلیف امراض قلبی داشته باشن یا مبتلا به امراض سرطانی و یا از قبل تکلیف های تنفسی دیگه داشته باشن، یا باید از همه بیشتر این موارد رعایت کنن، یعنی فاصله اجتماعی را یک متر با مردم رعایت کنن و ماسک همیشه داشته باشن و تا که ضرورت بسیار عاجل نباشن هیچ باید از خانه نبرن، خدا قرنطین بکنن. بله، خیلی نکات مهم. کسایی که
به مرض ساری مبتلا هستند، باید ما چه نکات را در نظر بگیریم تا بتونیم از این فرد در امان بمانیم یا خطر مواجه ما نشه، تهدید ما نکنه؟ و کسایی که با امراض غیر ساری مبتلا هستند، او سراحت نمیکنه به شخص یا فرد دیگه، اونا هم میتونن به راحتی درمان شوند، تحت مداوا قرار بگیرند؟ و کسایی که به ویروس ها مبتلا هستند، به امراضی که سراحت میکنه ساری هستند، از اونا باید ما دوری بکنیم، به خصوص در جاها یا مکان هایی که اونا حضور می داشته باشند، باید ما شما از اونجا خودداری بکنیم تا اینکه مصاب به ویروس ها نشویم و خدای نخواسته سراحت نکنه بر ما و ما در امان ببانیم. جناب دکتر صاحب، کسایی که هستن حساس می باشن و از کسای شخصایی که مصاب می باشن به هر گونه امراض، اونا حساسیت نشان میدن، دوری میکنن. آیا کسایی که حساس هستن اونا زودتر مبتلا به مرض های ساری نمیشن؟ یعنی سوال زنی بود که کسایی که حساسیت دارن یا کسانی که از قبل تکالیف دیگر دارن؟ کسایی که حساس می باشن در برابر امراض، یا کسایی که به اصطلاح عامیانه بگویم با امراض ساری مصاب هستن، به او اساس اینا کوشش میکنن که نزدیک به او فرد نباشن تا اینکه اونا هم مصاب نشن. بلی، طبیعیست کسایی که مثلا از قبل امراض دیگر ساری را گذاشتانده باشن و مثلا به این امراض بسیار اساس می باشن، خود در فعلا در این شرایط کرونا تمام مردم اساس به کرونا هستند. هیچ کسی نیست که بگیم که این شخص در امان است از کرونا، یا این میشه که این کتگوری مردم بگیم که از کرونا در امان هستند. همه مردم چانس مبتلا شدن مساوی به امراض غیر به امراض کرونا را داره، به این مرض کرونا. اما کسایی که بسیار در ریسک بالا هستند، که کسانی که بسیار مبتلا میشن به ویروس کرونا، کسایی هستند کسانشان مسن هستن، یعنی از 60 به بالا باشن و یا از قبل تکالیف دیگه را داشته باشن، مثل امراض قلبی، شکر، سرطان و امراض مزمن یعنی نفس تنگی و سابقه چیزی داشته باشن، این اشخاص بیشتر مساعد به ویروس کرونا هستن. خیلی ها نکات مهم اساسی که شما اشاره کردین، یعنی وقایه، جلوگیری یا پیشگیری ندارن، در بخصوص در افغانستان. کسایی که کرونا هم هستن با او یک دست میتن بغل کشی میکنن، میگه او را گرفت ما را نمیگیره. آیا این راه درست هست دکتر صاحب یا خیر؟ نه خیر نه، هرگز این راه درست شده نمیتونه. این خو یک اعتقاد غلط نزد مردم ما شما ایجاد شده. بعضی ها میگه که ما خدا به خدا میسپاریم و هر چیزی که در قسمت بود به او شدنی است. طبیعی است چیزی که قسمت است، چیزی که خود قسمت آدم باشه میشه، اما خدایی را هم گفته که جان نگاه کردن فرض است. اما ما باید این را نکنیم که خود ما بریم پیش یک مریض کرونا بدون ماسک و دستکش و امرای زو بغل کشی کنیم یا سلام علیک کنیم که مرا نمیگیره، یا ما مسلمان هستم و ما اعتقاد نداره. چون این قدر هموطنان ما که مبتلا شدن، آیا وا مسلمان نبودن؟ آیا وا کدام مشکل دیگه داشتن؟ خب طبیعی که وقتی که ویروس است، ویروس نه مسلمان میشناسن، نه پولدار میشناسن، نه غریب میشناسن. بله، به هر حالتش کار خودم میکنه. جناب دکتر صاحب، شما بیشتر اشاره کردین که کسایی که مصاب به امراض غیر ساری هستن، اونا مقاومت بدنشان پایین است. پس اینا چی کار باید بکنن که مقاومت بدنشان بالا برن تا در مقابل این ویروس ساری در امان بمانن؟ به خاطر مقاومت وجود ایده، چون اکثر کسایی که امراض غیر ساری دارن طبیعی است که یک تعداد از پریز های خود دارن، اما یا همیشه کوشش کنن که از میوه هایی که داره ویتامین سی زیاد است، چون این میوه ها در هیچ مرض تقریبا منع نشدن، یعنی پریز داده نمیشن، مثل مالته، لیمو، از یا استفاده بکنن. در ضمن از امپولای ویتامین دی استفاده بکنن هفته یک بار، به خاطر اینکه مقاومت وجودشان بهتر شود. و خوبتر است که حتی روزانه یک دانه تابلت زنک هم بگیرن که یک منرال بسیار مهم در سیستم ایمنی بدن است. در این نکات میتونن، و چیزی که بسیار کمکشان کرده میتونه همی است که تا که ضرورت بسیار عاجل نباشن از خانه نبراین و در خانه بمانن. بله جناب دکتر صاحب، اگر کدام حرف باقی مانده در رابطه با موضوع امروز که ما هم بدانیم و بیننده های عزیزم که همین لحظه بیننده برنامه صبح زندگی است، اونا هم آگاه شوند، شما بفرمایید. زیاد تشکر. یکی از مشکلات عمده که در وضعیت کرونا ما فعلا میبینیم، یکی از امراض غیر ساری دیگه است که امراض روانی است، صحت روانی است، که اکثرا مردم در تشویش هستن، یک حالت سردرگمی را با خود گرفتن و تشویش های ناحق به مردم خلق شده، که از این رو ما برشان توصیه میکنیم که زیاد سر خود فشار نبیارن. مرض یک مرض است که همگیر است، در تمام جهان است،
انشاءالله وزارت سرطانما و تمام ارگان های زیر در این موضوع کار میکنه و کسانی که بیشتر در این مورد دخیل میشن و یا استرس میگیرن اکثرا از شنیدن اخبار و گپ های مرتبط با کرونا جلوگیری کنن، امرای دوستان خود همیشه در ارتباط باشن، اگر از نزدیک نمیتونن فعلا ما شما زمینی سهولت اینترنت داریم، همیشه با دوستان خود در صحبت باشن که و مدل دقت و استرسشان از بین بره و سردرگمیشان هم حل شد. تشکر از شما جناب دکتر صاحب، سربلند باشین، روزتان خوش. تشکر از شما، روزتان خوش، سلامت باشین. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.